به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های عزیز. اردشیر احمدی هستم با یه قسمت دیگه از برنامه جعبه سیاه در خدمتتون هستیم. مهمون امروز ما یکی از بزرگترین فعالان اقتصادی معاصر ایران هستند. بریم چند تا تصویر کوتاه ببینیم، برمیگردیم با آقای شهرام جزایری در خدمتتون هستیم. برند اوکی، خیلی خوبه. فعالیت‌های اقتصادی خوب، خیلی خوبه. اینکه حالا خارجی‌ها بیان، حالا من خود اعتراضم دارم، نگران نباشید، خارجی‌ها خیلی سوراخ سنبای کشور ما رو بلد نیستن. 10 سال طول می‌کشه تا یاد بگیرن. آقای جزایری خیلی خوش اومدید. ممنون، چکرم، خدمت شما. قبل از اینکه شروع کنیم میشه بگین چه سوالاتی یا نباید از شما بپرسیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنون هستم از اینکه لطف دارید و خوشحال هستم از این برنامه خوشگلتون و اینکه شما یه جوان رعنا هستین و جویای سوال. بفرمایید هر سوالی که دوست داشتید. هر سوالی؟ بله، هر سوالی که دوست داشتید. یعنی شخصی، کاری؟ بله. هر چی؟ مطمئن؟ پس ناراحت نمیشید از دست من اگه یه سوالی پرسیدم؟ دلم نخواست پاسخ نمیدم. آها، این خوبه. آقای جزایری شما نزدیک به 13 سال زندان بودید، یعنی دوران طلایی زندگیتون رو دور بودید. این هم پول دارید، حکم خوش حسابی هم از دیوان عالی کشور دارید، چرا کشور نمیرید؟ دوست ندارم برم. ممنون خروج نیستی؟ نه، مشکل خروج از کشور ندارم، ولی به هر حال اینجا ایران هست، من یک ایرانی هستم. خیلی هم میگن یک ایرانی متعصب به وطن. صرف نظر از فراز و نشیب هایی که بوده، محکم ایستادیم، انشاءالله خواهیم ایستاد. دوست نداری یه زندگی آروم داشته باشی؟ بسیار زندگی من آروم و خوبه، راضی ام. اخیراً ما شنیدیم شما باز یه مشکلی داشتی توی مشهد، گرفتاری بود. بالاخره اینا موضوعه. من بالاخره سال هاست که دارم فعالیت های تقریبا بولد یا موضوعه میکنم. موضوعات هن که پیش میان و شاید یه مقدار بزرگ هستن، ولی خانواده دست شما عذاب نمیکشن؟ مثلا میگن آقا 13 سال تو بودی، ول کن دیگه بابا، دوباره گرفتار شدی. متاسفانه یا خوشبختانه خانواده گلایه های شدید میکنن از این اوضاعی که پیش میاد. ولی اینکه من چرا آخه شما انقدر پول داری، برو یه جا راحت زندگی تو کن دیگه. آخه من راحتم، دیگران گاهی ناراحتن، اونا مشکل خودشونه. من اینجا توی کشور ایران بسیار راحت و بسیار کشور امنی هست برام. شما نمیترسی دوباره بیفتی زندان؟ ترس برادر مرگ؟ نه، من کار قانونی کردم، میکنم و خواهم کرد و از هیچ چیزی غیر از خدا نمیترسم. شما خیلی پول دارید؟ من گفتم به این پاسخ به این سوال این است که من ثروتمندم. من ثروتمندم. چیه معنی ثروتمند؟ چیه فرقش با پولدار؟ چیه پولدارا؟ کسایی هستن که کش پول تو جیبشونه، این اسکناسه تو جیبشونه ولا غیر، و این اسکناس رو ازشون بگیری چیز دیگه ندارن. خب یعنی شما اسکناس زیاد نداری؟ اسکناس هم اندازه کافی دارم، ولی چرا حدودن مثلا چقدر ثروتمند چقدر میشه؟ اصلا تعریف ثروتمند رو برای من بکنی. بالای مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد میشه ثروتمند؟ چقدر عددی؟ ثروتمند کسی است که هر کار درست و قانونمند و شاخصی رو که دلش بخواد انجام بده انجام بده. نه یه تعریف حالا خوشگله. نه حالا مثلا میخوام بدم عدد رقمی، کیو میگن ثروتمند؟ من چقدر پول داشته باشم ثروتمند باشم؟ آها، پول منظورتون از پولدار بودن؟ بله. عدد و رقم مثلا چقدر رو میگن پولدار؟ کشور ما بالای 4-5 میلیارد تومان پولدارن. پول خیلی اصلا اینجوری پولدار؟ آره، اخیرا توی این فرآیندهای اخیر ماشاءالله همه پول داشتن. فرآیندهایی که جست و گریخته نشستیم یه دفعه شب صبح بلند میشه میبینیم که فلان رقم جابجا شده، فرآیندهای خاصی است که محصولش پولدار شدن. من چه جوری میتونم شب بخوابم صبح باشم پولدار شده باشم؟ من از این راه سراغ ندارم. خب میشنوید به هر حال. همه فکر میکنن که من در واقع از این عجیب مجیهای عجیب غریب سراغ دارم، ندارم.
کارایی که میشنوید مثلا این ور اون ور کسی نمیگه. شما خودتون هم شنیدید، من از شنیده ها خیلی وقی ندارم، ولی کارایی که ما میکنیم کارهای طاقت فرسا و سخت و طولانی مدت و البته به دلیل گستردگی حجم عملیات سودهای خوبی هم خواهد داشت. شما نگران این نیستید که یه روز صبح پاشید دیگه هیچ کدوم از پولا و ثروتتون نباشه؟ من هنوز اجازه ندید توضیح بدم ثروت رو. ثروت به هر آنچه غیر از در واقع به انضمام پول نقد و غیر و ذلک، شامل اعتبارات، شامل مالکیت‌های فکری، معنوی و طرح‌ها و پلن‌هایی که در چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی در ذهن آدم‌ها هست، از این حیث من به صورت نامحدود این ثروت بزرگ رو دارم. به همین دلیل ناراحت به همین دلیل اصلا امکان پذیر نیست کسی بخواد این ثروتم هم رو بگیره که شب بخوام صبح بلند شم اینم نیستش. خب خیلی‌ها که مثلا تو رده شما حالا مال و ثروت دارن، برای اینکه خیالشون راحت باشه یه بخششو میبرن خارج از کشور. شما چی کار کردی؟ حالا باید از اونا سوال کرد که چرا این کار کردن. من چون این کار نکردم. نکردید شما؟ یعنی تمام سرمایه شما داخل عمده سرمایه من که قابل توجه هست، فکر و اندیشمه که مقابل شما نشسته الان. نه حالا همین که مثلا پول برای پول هم دارید دیگه، گفتین به اندازه کافی پول دارن. اون چیزی که شما دنبالشید پول من نیست، پول مردم، فکر منه. یعنی من با پلن‌ها و برنامه‌هام شاخص هستم تا پول. پول نقد و اینا هم موجود هست به اندازه کافی. همون پول نقد منظورم، ولی... خارج کشور نه، همه نقدینگیتون تو ایرانه. فعلا نیازی نبوده. نه نیازی به چی نبوده؟ نیازی نبوده که به خارج از کشور پول چیزی انتقال داده بشه. آخه خیلی یه ذره یه اتفاق یک هزارم شما اتفاق براشون میفته برای اینکه بکاپ داشته باشن، میگن که آقا یه صبح پا شده میچی نبودی. خیلی ها که شما میفرمید حتما نگران هستن از اینکه ثروتشون و داراییشون به مخاطره بیفته. من ثروت و داراییم بیشتر مالکیت فکریم هست، تواناییم هست و به هیچ وجه من وجود در واقع طی این مدت کم نشده، روز به روزم بیشتر شده. من در نگران نیستم. کجا برمش؟ خیلی از مردم وقتی مثلا یه همچین داستانی میشنون مثلا داستان شما، میگن که آقا ایشون انقدر پول داره چرا باز طمع میکنه، چرا باز دنبال بقیهشه. یعنی شما مثلا اون موقعی که دبی بودید اومدید ایران گرفتار شدید، خب یه پولی داشتی که میتونست یه زندگی خوبه بدون حاشیه بکنی، چرا این کارو نکردی، چرا دنبال بقیهشه؟ این بحث آرامش و در واقع راحتی که مستخرج از بعضی نظریه های عمومی هست، برای امثال من تعریفش متفاوته. آرامش من در نیل به اهدافمه. ماها یه سری اهداف به اصطلاح اهداف والا داریم برای خودمون. میتونید بگید چیه؟ بله، من بالاخره سالهاست کار میکنم، کار اقتصادی کردم و میکنم و خواهم کرد با یه فراز و نشیب، با یه توقف و غیر توقفی. آرامش من در تحقق اهدافمه. اهداف عمدتاً اقتصادی هست، کارهایی که طرح‌ها و برنامه‌هایی که تو ذهنم هست و تا یه حدی اعلام شده. حالا این موضوعاتی که شنیدین دیگه. اجازه میدین یکم بریم به گذشته شما؟ علاقه ندارم. شما میتونید هر چیزی. نه گذشته مثلا کودکی. من علاقه ندارم خیلی کنکاش باشه، ولی شما هر جا تشریف ببرید من خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. همین می‌خواستم ببینم مثلا تو چه خانواده بزرگ شدید، چه جوری بوده، چند تا خواهر برادر دارید؟ من فقط یه خواهر دارم، شهرزاد، یک سال نیم از من بزرگتره و من ترک پسر خانواده هستم. ایشون هم ایران هستن؟ نه، خارج از کشورم. متولد چه ماهی هستی؟ 20 آبان ماه هم من. آبان ماه. ما آبانی ها میگیم آدمای آبانی ان یا آبانی نیستن. آبانی ها، فقط آبانی ها رو قبول داریم. قبول بس قبول داشتن نیست، یه شرایط خاصی دارن آبانی ها. خب اوضاع مالیتون اون زمان چجوری بود؟ مثلا تو سن 7-8 سالگی. ما خب قبل از، چون درسته من متولد تهران هستم و مادرم و خانوادش بیش از 300 سال تهرانی اصل هستن، اما پدرم اصالتا جنوبی هستن،
احبازیان. که شما تسلط به زبان عربی داری؟ بله، خب بالاخره ما عربیم دیگه اصلا. به قبل از در واقع انقلاب اوضاع مالیمون، اوضاع مال پدر من خوب بود و متمکن بودند. دوران انقلاب و جنگ هم که ما جنگ زده بودیم در واقع. جنگ زده یعنی مثلا کوچه محل خراب شد یا خونتون هم بمب افتاد؟ خونم هم مستقیما بمب نیفتاد، ولی جنگ زده یعنی از اهواز کوچ کردیم به تنکابون شهسوار. هنوزم یه رفت آمده ای داری؟ تازه اومدین انگار شهرستان. در مرتب ایام تعطیلات میرم، چون به چند شهر ایران من عرق دارم. کرمان که درس خوندم از سال 71 و 2 تا الان، تا یه حد خیلی زیادی من خودم شهروند افتخاری کرمان میدونم. ملت بسیار نجیب و نازنینی هستن. کار اقتصادی خیلی خوبی باشون انجام دادیم اونجا. تهران که خب ما در تهرانی هستن، خودم متولد اینجا. خب یعنی بیشتر تهران زندگی میکنی شما؟ بله. قصد دارین برای خودتون؟ بالاخره شهرمون و کشورمون دیگه. نه قصد دارید خونه ی قصد رو آنچنانی نه، ولی محل اقامت مناسبی هست که داریم. خب چه جوری میشه برای کسی مثلا ذهنیت نداره اگه به پول شهر اون جزایری برسه چه جوری زندگی میکنه؟ ساده است، خیلی پیچیده نیست. قصر ساده ایه خلاصه. قصر نیست ولی خونه ساده است، کافیه، شیک و خیلی تمیزه. شما خیلی جا دیده شدید که خیلی ساده لباس میپوشید، مثلا میرید یه مال خیلی شیک با دمپایی. دمپایی چه اشکال داره؟ نه همین میپرسم، میگم مثلا ساده زیستی مال با دمپایی نرفتم، ولی با کفش و کتونی و لباس ورزشی. آقا دیده شده شما مثلا یه جا رفتید شمال بود؟ آره با دمپای ابری مثلا. آره من پشت ماشین نشسته بودم. راحت تره دیگه. راحت تره دیگه، دمپای پوشیده بودم. بعد یعنی آدم تجملاتی نیست. من تا حالا ندیدم مثلا شما یه کت شلوار آنچنانی از این چیزا هست گیر میزنن. نه از اونو من دوست ندارم. خب چی شد بعد کی ازدواج کردید؟ سال 74-5 فکر می‌کنم ازدواج کردم. برابر اول ازدواج کردم. بعد دیگه کی ازدواج کردی؟ فکر کنم 82. بعد دیگه کی ازدواج کردی؟ 86. 86. خب راحته الان این داستان؟ نه اصلا خوب نیست. سخته؟ خیلی سخت. یعنی اگه برگردید سه تا همسر نمیگیر؟ خب نه، این رو که خیلی از من سوال کردن که اگر برگردید به گذشته آقای جزایری شما چی کار میکنید، من پاسخ همین است که محکم همین کاری که کردم دوباره انجام. کلشو؟ همشو. به همین دلیل. یعنی میارزه به اون 13 سال سختی؟ ببینید ما که نمیخواستیم که بریم درد سر و گرفتاری، ولی کارمون رو انجام بدیم. وقتی میپرسن ازتون برگردی شما میگی عینن، خب یعنی عینن. نه من میخوام بگم که کار به گذشته من خبط و خطایی نداشتم، زندگی عادی ما داشتم میکردم. ولی اگر شما بگید از این به بعد که میخواین در واقع ادامه داشته باشه زندگی چی کار میکنید، طبیعتاً از در واقع در کیسه تجارب من اندوخته های خیلی خوبی هست که حتما برای آیندم ازشون استفاده میکنم. ممکنه احتیاط هایی هم داشته باشم. دندون پزشکی چه ربطی داره به کاری که شما الان میکنید؟ یه سینگل آرت دندون پزشکی. نه دوست داشتید واقعا؟ میخواستید حالا یه دکتری بشید دیگه؟ نه دندون پزشکی خیلی من دوست دارم هنوزم. یعنی الان کار طبابت هم دوستش دارم. چرا چه چیز جذابی داره دندون پزشکی؟ دندون پزشکی یه آرت انفرادی خیلی خوبیه، یه هنر فردی خوبه. بعد اینکه بیشترین عشق و حالی که میشه با پول کرد چیه؟ اینو میشه برای مردم تشریح کنید؟ یه پولدار چه عشق و حالی میتونه بکنه؟ خب بالاخره تفریحات هم در کنار کار خب لازم و ملزوم یک زندگیه، ولی من اصولا آدم خانواده دوستی هستم. یعنی بعد از تایم کاری در آغوش خانواده‌ام هم دوستش دارم کنار خانواده‌ام باشم. و وقتتون رو چجوری تقسیم میکنی؟ آره مدیریت میکنم دیگه، سخت هست ولی مدیریت میکنم. خب نگفتیم اون عشق و حال اساسی که با اون میزان پول میشه کرد چیه؟ خب تفریحات خیلی سالم خیلی خوب هست، سفرهای خوب میشه کرد. اونا که خرجی نداره، اونا که ما هم میتونیم مثلا پرداخت کنیم هزینه هاشو.
آها از اون پول سوزوننا. آره پول اونجوری یه شب یه میلیارد بزنی زمین تموم شه. نه من اونجوری فقط در اموری که گفتنش خیلی جالب نیست. امروز خیلی مظلومید شما کلا. ما همیشه مظلومیم اگه کاری بهمون نداشته باشید. آقا آرزوهای ما برای شما خاطره است؟ تقریبا. کدومش مثلا؟ تقریبا همش. بچه بودم یه ماشین مدل بالایی اومد توی محلمون شمال. خیلی کوچیک بودم. یه بنز مدل بالایی اومد اونجا، اون موقع هم هنوز واردات ماشین اینجوری زیاد نبود. من خوابیدم جلوش. وسط خیابون. وسط خیابون خوابیدم، گفتم ماشین بعد از رو من رد شه. مگر اینکه برام بشینم پشتش. 11 12 سالم. اجازه داد. آره آقای اجازه داد، رفتم بشه اصلا پشتش گاز دادم، خود رفتم جلو. همینجوری گاز دادم. طرفم خود بام اومد بس گفت پیاده شو. ماشین بازی؟ نه. این ماشین رو دوست دارم. ماشین باز نیستم، ماشین خوب دوست دارم. اما بنز رو دوست داری؟ بنز ماشین نرمال خیلی خوبیه. الان بنز دارید شما؟ بله. چه مدلی؟ 2016 فکر کنم یا 17. موز آن گرفت جان برادر که کار کرد یا رابطه داشت؟ در کشورهای جهان سوم هر دو مورد. در کشورهای جهان سوم چی؟ هر دو مورد. هر دو مورد. بعد شما سه تا فرزند دارید درسته؟ من. پول چجوری برای بچه ها تعریف کردید؟ مثلا یه چیز که باید براش تلاش کنن شده تو خانواده، یا اینکه میگه شما من سختی هاشو کشیدم که بچه هم تو رفاه باشن دیگه؟ بحث تربیت و آموزش بچه های من، مادرشون در واقع خیلی مؤثر و مفید این کار رو انجام داده. و خود شما مثلا ایلیا بیاد پیشتون بگه بابا پول بده چقدر بهش میده؟ ایلیا خیلی عاقله. چیکار میکنه؟ میشناسه همه حوزه ها رو، یعنی پول رو میشناسه، خرج کردن رو بلده، قناعت رو بلده. یعنی اینا رو از شما یاد نگیره، مادرش یاد گرفته. مادرش بیشتر آموزشش داده، من هم در واقع سعی کردم که تربیت کنم. خب الان چقدر پول تو جیبی میگیره از شما؟ از مادرش میگیره به اندازه کافی. خب شما در جریان نیستی چقدر میگیره؟ چرا فکر میکنم هفته 100 تومان 50 تومان زیاد نمیگیره. یعنی همیشه یه 50-100 تومن تو جیبشه. آره 50,000 تومن. چیز مثلا بگه که بابا من یه چیز عجیب غریب میخوام براش میخرید، یا میذارید تلاش کنه براش؟ آره آره ما برنامه داریم برای این موضوع که حتی خودش خیلی، یعنی زمانی که به من رسیده، حتی ارشیو آرنیکا هم همینطور، زمانی که به من رسیدن اینها فهمیده و عاقل شدن. یعنی مادر در تربیت این بچه ها نقش کلیدی داشته. منم سعی کردم که همیشه حمایت کنم، افکار اونها رو ریخت و پاش و این موضوعات رو نداشته باشم، کما اینکه بالاخره هزینه های در شأن فرزند شهرام بودن رو هم دارند. شما یه لبخند معروف دارید. قبل از اینکه من سوالام بپرسم، بچه یک کلوزآپ میشه بگیرید از آقای جزایری این لبخند معروفو بزنید؟ حالا میشه گفت که مصنوعی که بالاخره؟ نه همین لبخندتون دیگه، همونی که تو دادگاه زدید. سوالم هم یادم نیست چه لبخند داد گذاشتم. بزنید همون لبخند. لبخندی که دارم دیگه همینجوریه دیگه، شما میتونید چک کنید داشت. یه عکسی از شما اومد تو دادگاه که از همین لبخندای معروف داشتید، بعد من دیدم تو فضای اینترنت خیلی‌ها نوشته بودن که ایشون داره به ریش مردم میخنده. همچین چیزی بود؟ تو خیلی با اعتماد به نفس کامل تو دادگاه نشستی اینجوری جلو قاضی و همه کسایی که خوب دیدن عکسو؟ نه اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست. ثابت شد اینجوری نیست. یعنی ما بعد از اینکه به لطف خدا و با کمک همین حمایت‌های مردم عزیز این 13 سال رو سپری کردیم، ابتداً بعضیا تصورش این بود که خدای نکرده مطلب خاصی هست، ولی دیدید که به جرم ناکرده اشد مجازات ها بر من ترتیب شد و سختی های خاصی رو گرفته شد. اما شاید لبخند من ناشی از در واقع سکینه ای بوده و هست. البته جاهای مختلف بحث های مختلف داشتم، گفتم گاهی قرص های مثلا آرام بخش میخوردم، ولی در کل من آدم خوشخنده ای هستم. اعتقاد دارم میگم عالم هستی به روی آدم میخنده. یه گل به عالم هستی به فروشی هزاران گل بهت میفروشه.
هر کی از زندان میاد بیرون حالا بعد 4-5 سال تمام موهاش سفیده، شما 13 سال تو بودی خیلی کم مو سفید داری، دلیل چیه؟ خب من توی دوران زندان البته سختی خیلی شدید بود ولی آرامش هم داشتم. از قطار زندگی کاریم که پیاده شده بودم پشت سرمو که نگاه میکردم سراغ نداشتم که در حق کسی جفا کرده باشم یا مال کسی رو جا به جا کرده باشم. خدا رو شکر کارنامه‌مون صاف بود و بیشتر مطالعه کردیم. مردم خیلی زندان رو تو فیلم ها دیدن، هیچ ایده‌ای ندارن چه جوریه. شما تو چه جور اتاقی بودید؟ با دسته ای از دوستان بودید یا یه سویت داشتید یا اینکه مثلا یه جایی بوده به شما اختصاص دادن گفتن اینجا اسمش زندانه حالا این تو باشی؟ آره نه، من یک سال اول دوران زندان در سلول انفرادی یک متر در یک متر بودم، بسیار سخت. یعنی سرویسش هم همونجا بود؟ بله همونجا بود، یک متر در دو متر. یک متر در دو متر سرویس بهداشتی هم همون بقیه؟ سرویس بهداشتی هم همونجاست، بله. سلول انفرادی چه مدت اونجا بودی؟ حدود یک سال من در سلول انفرادی بودم. ممنون ملاقات. ممنون ملاقات. دوران تحقیقات حدود 4 سال هم به صورت انفرادی توی یک اتاق نگهداری می‌شدم. اما اتاق بهتر بود دیگه، ترتمیز. بله، ترتمیزتر بود، بزرگتر بود و امکان ملاقات خانواده‌ام فقط میسر بود. توی بندهای عمومی نبودم. یعنی ملاقات حضوری یا کابین؟ نه، حضوری. همه نوع ملاقاتی داشتید شما؟ هیچ وقت ممنوع ملاقات نبودم. یعنی انواع ملاقات به شما داده می‌شد. بله. خب. بعد اینکه لپ‌تاپ و موبایل هم داشتید دیگه. خب. با توجه به اینکه خیلی عظیمی از تعهدات و دیون شرکت‌های ما نیاز به کنترل شخصی من داشت، در یک مقطعی از زمان با اجازه مقام محترم قضایی به منظور رسیدگی به از اموال و دارایی‌های شرکت، دیونی که تا یه حدیش برمیگشت به حقوق بیت المال، لاجرم لپتاپ و موبایل بود که استفاده می‌شد تحت نظارت مقام محترم قضایی. حالا یه چیزی هم گفته میشه شما مثلا می اومدن دنبالتون، می بردنتون سر شرکت، کاراتون انجام میدادید، امضایی چیزی بود میزدید دوباره برمیگشت زندان. در سال 85 که دو بار دو شعبه از دیوان عالی کشور حکم اخلال در نظام اقتصاد کشور من رو شکون و براءت داد، علل قاعده باید با تأمین کافی آزاد میشدم و این رفتن و اومدن تحت نظارت ها اضافی بود. اونتا به لحاظ حساسیت هایی که توی پرونده من ایجاد شد، هم حساسیت رسانه ای، بگیم برای قانون، بگیم برخلاف قانون، احکامی هست که توش انشا شده برخلاف قانون. برخلاف قانون چون حکم محکومیت من هنوز قطعی نشده بود، عودت هم به زندان خلاف قانون بود، ولی چون تأمین کافی داشتم و هنوز حکمم قطعی نشده بود میتونستم آزادانه برم از زندان. برای چی میذاشتن شما برید سر بزنید به شرکت؟ خاطر اینکه داشتم شرکت ها رو برای انتظامدهی تأمین کافی و رد مال کارشناسی میکردم. برای رد مالتون چقدر رد مال داشتی؟ 48 میلیون دلار. همه رفت؟ همه رو تسبیح کردیم. دلتون میخواست یه جوری این پول نره؟ پولی از من نرفت. البته چرا، یه سری خیلی عظیمی از اموال و دارایی‌های شرکت‌ها که در حین توقیف بود مستنداً به گزارشات مقام قضایی که موجوده و هیئت کارشناس رسمی دادگستری تضییع شده در حین توقیف، اما اون بخش از دیونی که ما تسویه کردیم از شرکت‌ها دین حقه شرکت‌ها بود که باید تسویه می‌شد و من با کمال میل تسویه حساب کردم. بعد من شنیدم خیلی تو زندان شما رو دوست داشتن خود زندانی یا مسئولین. از کی شنیدی؟ شنیدم خب. خیلی محبوب بودی تو زندان. اینجوری بوده؟ من که نمیتونم اظهار نظر کنم. شما از اونایی که شنیدین موثق بودن؟ نه، حالا زندانی بوده دیگه، گفته که آره آدم بودی. برای شما موثق؟ نه، مثلا گفتن که افطاری میدید تو بنده ها، مثلا هوای برای شما این افراد موثق بودن؟ من دارم از شما میپرسم. من نشنیدم. حالا یه شخص عادی. شما میگید شنیدم. پس آدم محبوبی نبودی تو زندان. وکیل بند بودی شما؟ نه هیچ وقت. اما مثلا کاری میکردی که مثلا یکی رو وکیل بندش کنی، یکی رو مسئول اتاق کنی؟ محکم آره. میکردی؟ محکم. پس اونجا هم یه جوری مدیریت شهرام جزایری حاکم بوده؟ منصفانه محکم. بعد مسئولین زندان نمیگفتن آقا این کار چیه میکنی؟ چرا مسئولین اینجا؟ زندان در واقع کاملا هماهنگ بودن. از صبح که بیدار میشدید چه کارایی میکردید؟ مثلا آره مثلا صبح بیدار باش میدادن یا خودتون بیدار میشدید؟ بله بیدار باش میدادن. ساعت 6 تو بند عمومی نماز دیگه.
بند عمومی آره دیگه، برای نماز صبحانه. خب من میرفتی تواخوری آمار؟ من تخت میگرفتم میخوابیدم. هیچکی هم نمیگفت آقا بیا آمار؟ توی زندان اونایی که حبساشون سنگینه یه حرمت‌های خاصی رو مراقبه زیاد اذیت نمی‌کنن، اونا دارن که اذیتشون نمی‌کنن. پس فقط شما نبودی، هر کی حبس بله سنگین داشت حبس سنگینی ها رو حرمت می‌کردن. حالا چقدر می‌خوابیدی؟ من دیر می‌خوابیدم دیگه، مثلا تا 2 3 8 9 شب می‌خوابم معمولا، سیستم اینطوری 2 3 بیدار می‌شدم. و خطم می‌کشیدین رو دیوار؟ نه دیگه، اون خط رو دوران انفرادی می‌کشیدیم. چند تا کشیدید؟ من اون روزی که دستگیرم کردن چون خیلی اتفاقی بود، بعد چله نماز قفله رو یاد داشتم، بعد هر روزم یه خط میکشیدم اونجا، بعد زندامان ها شهرام میداد این نماز اونم نماز قفله. 40 روزش رو یادم دقیقا، خط کشیدم و حاجت هم گرفتم. من قضا چی میخوردید؟ دوران انفرادی من همش روزه بودم، یعنی بعد که افطار میشد چای یا نون پنیر رو سبک خیلی سبک. خب بعد که دوران توی بند عمومی همه بودی همه چی میخوردیم؟ استیک هم بود؟ من خودم آشپزی میکنم معمولا. من شنیدم آشپزیتون خیلی خوبه، علاقه هم دارید به قصابی. آره درست. گوشت خورد کردن و این کار کلن. خب خودم حالا همه فکر میکنم میخوام، من خودم گوشت قرمز رو کم میخورم ولی درست میکنم. استیک بود اونجا؟ استیک هم درست میکردم اونجا. پختش چجوریه؟ اونجا از طریق فروشگاه من مستقیما خرید میکردم دیگه، مثلا برای با خودتون میرفتین تو چراغخونه اونجا درست؟ بله. شما تو زندان کدو میکاشتید؟ کدو هم کاشتیم. تو حیات زندان کدو کاشتید؟ تخمش از کجا آوردید؟ حالا چیه بود؟ همه چی امکانات اختیار ما بود، یعنی درخواست کردید آقا یه تخم کدو هر امکانات که شو همین الانش هم اینطوری، هر کسی هر زندانی هر درخواستی داشته باشه از طریق فروشگاه نامه می‌نویسه. فوارم وسط اونجا رو داشتی؟ حالا چی خوشگلی درست کرده بودم جلوی فرهنگی، زیرش هم یه فواره سنگ گذاشتی تو شیلنگ فواره ده. چیزی درست کرده بودیم، این زندانیا که رد می‌شدن برن وادی فرهنگی من یه صفایی می‌کردن و می‌رفتن. کدو هم میدادید به کسی یا کدو هم مال خودتون بود؟ کدو هم آویزون بود، با مزه بود. چرا با مزه بود؟ شکلش با مزه بود. شکل کدو دوربر آلاچیق رو خوشگل کرده بود. چه مدل کدویی بود؟ از این کدو تنبلا. کدو گردا. گردا. شما فکر میکنید چرا انقدر حساسیت روتون زیاده؟ من که خیلی دوستم دارم. الان اومدید اینجا کسی دنبالتون نکرد؟ به حال ما به لحاظ ویژگی های خاصی که پیش اومده بالاخره دورا دور یا نزدیک نظارت هایی هست، من اینه میبینم همکاری های لازم و مقام نظارتی دارم. پس یعنی الان دنبالتون اومدن؟ اینکه حالا الان دمه در اومده باشن بعیده، ولی هر چیز بعیدی تو این کشور هم ممکن میشه. از حواشی و جنجالی که پیرامون شما از خوشحالی؟ الان نیست چیزی، حالا کلا بوده. ولی اگه اتفاق بیفته جنجال میشه. شهرام جزایر سر زبونه افتاد دیگه، این چیز خوبیه یا به؟ واقعیتی که باید باش برخورد داشت. نه شما خوشحالید یا نه؟ ناراحت نیستم. چون تو خیلی از مناسبت‌های مهم مثلا مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری اسم شما میاد. آره مثلا نه آره فقط روزنامه‌های متعدد هی نه روزنامه رو ولش کنی، یه جایی مثلا جاهای خیلی مهمه لحاظ رد بالا یهو اسم شما مطرح میشه، این خب قطعا خوشحالی داره لطف دیگه. لطف داره نه بالاخره دشمن آدم هم لطف میکنه، یادش ما میفته ما هم دوستشون داریم، یعنی عدو سبب خیر شود دیگه. دشمن که نیستن، یه سری دوستانن که برداشتهای سلیقه‌ای دارن از موضوع شهرام جزایری و کاراکترش، لطف میکنن ذکر میکنن ما هم دوستشون داریم. شما پولتو بیشتر خرج چه چیزی میکنی؟ مثلا یه پولی در ما خرج میکنی خرج دیگه. اگه پولی در ما در هزینه جاری؟ بله هزینه جاری نرمال، خیلی نرمال، چیز خاصی نیست که بیشتر خرجتون باشه. خرج بیشتر ما، من خودم چون یتیمم زیاد دارم، خانواده دوستان نزدیکم که متاسفانه زندان هستن، خرج بودای خودم. هم انتظار دارن دیگه، شهر رو نگیرن از کی بگیرن؟ آره همه لطف دارن. خب نمیترسی تموم بشه اینا؟ تا حالا که تموم نشده خدا باشه. پس خیلی هست. خیلی هست. مخارج زندگیتون حدوداً به طور میانگین چقدره؟ در ماه چقدر خرج داری؟ با توجه به اینکه به هر حال سه تا خونواده جدا.
بچه ها بالاخره، مال بچه ها هزینه های آموزششون زیاده نسبتاً. مثلا اکثرا کلاس های زبان، کلاس های تقویتیشون، معلم های خیلی خوب و درجه یکی دارن و میان منزل لطف میکنن و مربی کاراتو، مربی های مختلف دارن، طبیعتاً هزینه شون قابل توجهه. و ما تو خدا رو شکر تو خانواده از اون هزینه های عجیب و غریب و خدای نکرده عادت های خاص نداریم، خدا رو شکر زندگیمون سالمه، لذا اون هزینه های عجیب و غریبی که مهمونی های عجیب و غریب یا هزینه های سنگینه دوست ندارید مهمونی بگیرید یا ریسکشو نمی کنی؟ نه دوست ندارم خیلی. پرس پولیسی هستید شما؟ من خود پرس پولیسم. چی هستی؟ خود پرس پولیسم، طرفدارش نیستم، خودشم. یعنی خیلی پرس پولیسم، شیش آتیشه. سهمی هم دارید تو باشگاه؟ نه باشگاه که دولتی. یه موقعی گذاشته بودم مزایده. آره. شما چرا نخریدی؟ آره بحثش بود که من داشتم کمک میکردم که خریداری بشه، اگر که یه روزی به بخش خصوصی فروخته بشه حتما. داشتن میفروختن اما قیمتش انگار نامعقول بود. نه پرسپولیس رو بدم به شما، از این رو به اون روش میکنید دیگه. پرسپولیس علاوه بر بازیکنهای خیلی خوبی که داره، پیشکسوتهای خیلی نازنینی داره و اونها بیشتر از خیلی حق آب و گل دارن و لیدرها و طرفدارهای بزرگی داره که طبیعتاً این پیشکسوتها، این لیدرها، این افرادی که تا الان حمایت کردن پرسپولیسو خیلی جلوتر از من هستن. اگر یه روزی بنا باشه من ورود کنم، باید از طریق حمایت اونها باشگاه پرسپولیس و یا مجموعه این تیپی رو حمایت کنم. تلویزیون، روزنامه، کتاب، اینترنت، کدومش؟ همه رو. مثلا چه شبکه‌ای نگاه می‌کنی؟ ماهواره نگاه می‌کنم. چه شبکه‌ای؟ اقتصادی مثلا ام اس ان بی سی می‌بینی؟ بلومبرگ می‌بینی؟ می‌بینید همه اینا رو؟ تقریباً. چقدر بورس دنیا رو شما پیگیری میکنی؟ شدیدن خیلی. سهم هم داری تو بورس؟ کم و بیش. مثلا الان چه استاک چی خوبه بخری؟ حالا بحث در واقع آفرهایی که من تو حوزه اقتصادی میدم، چون صفحه خرید ایجاد میکنه، معمولا ریز سیگنال نمیدم، معمولا به صورت فلسفی بنیاد و تکنیکال رو درس عرض میکنم. به همین دلیل الان مثلا همین امروز استاک کجا خوبه؟ به همین دلیل از ذکر مصادیق همیشه دوری میکنم، اصلا درستم نیست. آها. یا یکی دیگه اشتباهی پیش میاد در حال دیگه. ما که پیشگو نیستیم، ممکنه یه وقتی خیلی عظیمی به فارکس هم اعتقاد دارید شما؟ اون دیگه خیلی فارکس یه مجموعه بخیر اینوست بین‌المللیه، اما تو برای کشور ما اقبال آنچنانی نداره. چرا؟ نداری خود شما بررسی کنید. خب یه دو تا کتاب بگید مردم بخونن. اونو که میشه گفت. من کتاب سویچیرو هوندا رو خیلی دوستش دارم. آقای سویچیرو هوندا، کتاب هوندا. ایشون روزی که بازنشسته شد فرمود، میدونید که آقای هوندا، سویچیرو هوندا کسی است که صنعت خودروی آمریکا رو یه ژاپنی که در هم نبردید و نابغه اقتصادی قرن شد. ایشون زمانی که بازنشستگیش میرسه یه جشن بزرگی میگیره، میگه بزرگترین کادو رو میخوام به فرزندانم بدم، از ارث محرومشون میکنم. و اونجا جملات بزرگی میگه که من مرتب گفتم، میفرماید که من در بیش از 99% از تلاش هایم شکست خوردم تا فقط در 1% هم موفق شدم. امروز که دارم بازنشسته میشم خوب که فکر میکنم میبینم چقدر اشتباه کردم، اصلا من چه اشتباهکاری بودم با این همه موفقیت. کی؟ سویچیرو هوندا، نابغه اقتصادی قرن. لذا من درس گرفتم که آدم میتونه به اشتباهاتش اقرار کنه. شما چند درصد اشتباه داشتی؟ من بیش از 99.99% تو فقط در 1/10 درصدش موفق شد. یعنی 1/10 درصدش شده شهرام جزایر، اگه 100 درصدش میشد دیگه چی میشد؟ خب نکته مهمی هم که آقای سویچیرو هوندا فرمودن این است که اما شکست هایم تجربه واحد نبود که اگر بود حماقت تلقی میشد. من هم هر پروژه هر جا که ظاهر شکست بود رو مقدمه پیروزی های بعدی کردم. آقای جزایری، طیف بسیار وسیع از مخاطبان ما جوان هستن و خیلی هاشون ممکنه بیکار باشن، ناامید باشن، انگیزه نداشته باشن.
شما چه توصیه‌ای می‌کنید برای کسی که می‌خواد یه بیزنسی راه بندازه و بخواد بشه شهرنامه جزایری؟ از کجا باید شروع کنه؟ مثلا شما فکر کنید با سرمایه زیر 100 تومان. آره، متاسفانه خوشبختانه انتظارم از من میره که به این سوالا، این سوال و سوالا این چنین پاسخ قانع کننده. خب شما چون به هر حال خود ساخته هستی، از صفر شروع کردی، خب خیلی انتظار دارن شما یه همچین راهکاری بذار جلو باشون. آره خب من اما اون اینجوری هم نیست که مثلا بگی آقا برو این کارو بکن فرداش بشه شهرام جزایری. آره، ولی رنج ها و مشقت ها و سختی ها رو ندیدن، نمیبینن و شاید من نتونم بازگو کنم که چه کارهایی باید بکنید برسه مثلا به فرا. ولی در کل ما 22 تا ویژگی مدیران عالی داریم که اگر شما به دقت کنید به تک تکشون، بالاخره علم و دانش یک کاری ها رو یاد. این 22 تا رو کجا میشه پیدا کرد؟ کتاب چگونه چون یک مدیر عالی بیاندیشیم، کتاب خیلی خوبی تو اینترنت هم بزنید هست. ولی به هر حال شما صرف نظر از دانش، تخصص و تجربه، بحث بزرگان صنعت موفقیت دنیا بحث پشتکاره. ما ها یه در رو یه میلیون بار میکوبیم، شما ها دوبار میکوبید، میرید میگیرید میخوابید. خب حالا نمیتونید بگید که مثلا با یه سرمایه کم چجوری الان تو شرایط فعلی اقتصادی الان چه کاری باید؟ مثلا اگه من فعل بداره بگم با 100 میلیون تومان چیکار کنید، با 100 میلیون تومان میشد این عوارضی کرج رفت و اومد. تا عوارضی کرج شما 100 تومان خرجته؟ شما اگه بخواید برید تو خوب زندگی کنید. نه 100,000 تومان نه، 100 میلیون تومان. 100 میلیون تومان. آره، واقعیت اینه که برای یک بیزینسی که میخواین ران کنید، امروزه هزینه حقوقدانای محترم، هزینه ثبت یه شرکت، بالاخره یه مقدماتی داره. به نظر من میرسه چرا اون طرف نگاه کردید هزینه حقوقدانا؟ به نظر من میرسه که شما سر همه مصاحبه با وکیلتون تشریف میبرید؟ وکیل نازنین ما که خیلی عظیمی از زحمات رو کشیدن و ما هنوز عقل و کالای کافی بهشون ندادیم، طلبکار ما هستم تو چپ چپ نگاه میکنن الان. ولی آها، پس حواسشون از شما جایی نری. ولی واقعیتش این است که برای یک استارتاپ، یک بیزینس، موجبات مختلفی هست. داشتن 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، شما ممکنه یک طرح، یک پلن خوبی هم داشته باشید، بتونید 10 تا 100 میلیون تومان کنار هم بچینید. پس از پول مهمتر قوه و قدرت متقاعدسازی شما برای جذب منابع مالی مورد نیاز پروژه هاتونه. آقای جزایری، این دوربین شماست برای بینندهایی که به هر حال هنوز سوء برداشت میکنن و یه چیز دیگه از شما تو ذهنشونه. دلم میخواد مستقیم باشون صحبت کنید و متقاعدشون بکنید که شهرام جزایری آدم بدی نیست، خیلی هم خوبه و سوء برداشت شده. ممنون. حالا بحث خوب یا بد بودن هر در واقع فردی امری نسبی است. هیچ کس مطلقاً بد یا مطلقاً خوب نیست. آدم ها نسبتاً خوب یا نسبتاً بد هستن. شهرام جزایری هم مطلقاً بد یا مطلقاً خوب نیست. محاسن و معایبی دارد و باید تلاش کرد که می‌فرماید ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. شما ها و جوانای عزیزم میتونن از آنچه که شما ها به تصویر کشید به عنوان موفقیت یا پشتکارهای شهرام جزایری درس بگیرید. نه، من مطلب خاصی جز عرض ارادت به کسایی که به ظاهر دشمنی میکنن با این اسم و رسم ندارم. دعاشون هم میکنم، ازشون هم ممنونم، دوستشون هم دارم. بزن قربون شما. ممنون، مرسی که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگه. حرفی ندارم وقتی آروم کنارم نشستی، جوری بهت زل میزنم که از نگاهم میترسی. تو برق اون نگات، تو لحن خنده هات، بی فکر و بی صدا من میمیرم برام. کنارم بمون اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم. نگام کن، بذار بمیرم برات، من این حالم و دوست دارم. کنارم بمون اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم. نگام کن، بذار بمیرم برات.
من این حالمو